یکی از آرزوام این بود که با چتر از هلیکوپتر بپرم، با اسکی از کوه بیام پایین و بیام پایین کوه و دوچرخه سواری دور دنیا شروع کنم. و اصلا کلا با این داستان من دوچرخه سواری شروع کردم، با این انگیزه که به این فیتنس برسم که بتونم این کارو انجام بدم. فرانک پرتازر هستم، اولین مدال‌آور دوچرخه سواری بانوان در قهرمانی آسیا در تاریخ ایران و همینطور پر افتخارترین مدال‌آور دوچرخه سواری بانوان. اولین تمرین خاکیم همینجا بود، دقیقاً توی همین تپه چمران. اون زمان البته مقدار مسیرش خیلی سخت‌تر شاید حتی بگم بود و دوچرخه هم که داشتم دوچرخه خیلی 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 سطح پایینی بود، دوچرخه برادرم بود و هیچ امکاناتی نداشت جز اینکه فقط حرکت می‌کرد. ولی خب اولین تمرینم توی خیابونی بود که نزدیک دقیقاً پیش همین نزدیک خونه‌مون بود و نزدیک همین تپه بود. خاطره تو ذهنت هست؟ از اولین تمرین ها؟ از اولین تمرین. اولین تمرین هم قطعا تمرین که اسمش رو نمیتونم بذارم، اولین بار که سوار دوچرخه شدم توی بزرگسالیم قطعا یادمه. ولی این توی خیابون نبود، توی کوچه خونه اون بود و اتفاقا زدم به یه آقایی چون بلد نبودم ترمز بگیرم. دیگه همین. خب فرانک چون موافقی بریم بشینیم بقیه گفتگو رو شروع کنی؟ فرمی. برای یه روز سخت که خیلی اذیتت کرد، تو خودمون اذیت شدیم ما تو این کوفه مایی. اومدیم مزاحم بشیم توی خونه. چند ساله توی این خونه زندگی میکنی؟ حدودم 20-22. اصولا من توی خاطرات خیلی خوب نیستم. یعنی نپرسم چه خاطره توی این خونه داری یا کجای این خونه برات خاطره انگیزتره؟ کلا جایی که خب بیشتر از همه استفاده میکنم ازش اتاق خودمه دیگه. بیشتر جایی هست که توش بودم میشه اتاقم. دختر شیرازی؟ چقدر خودت دختر شیرازی میدونی؟ من اصولا خودم رو متولد این جهان میبینم و دوست ندارم مثلا بگم که من محدود به یک منطقه جغرافیایی هستم. من انسانم و متولد این دنیا. یه خصلت یا یه ویژگی که خودت خیلی دوستش داری از خودت؟ جنگندگی. مثلا رای که توی دوچرخه سواری اومدمش فقط با جنگندگی و با اون سرسختی میشد بهش رسید. بزرگترین مشکلی که توی این راه داشتی چی بود که مجبور شدی به خاطرش به جنگی؟ خیلی زیاد بود. فکر کنم بیشترین قسمتش، یعنی مشکل از اینجا بود که خیلی ها به خاطر عدم اطلاع کافی نمیذاشتن که من دوچرخه سواری بکنم. حالا به هر دلیلی، میتونه سلیقه‌ای باشه، میتونه توی بحث فنی باشه، همیشه به دلیل عدم آگاهی یک سری تعصبای بیجا وجود داشته در مورد اینکه من بخوام ادامه بدم، بخوام پیشرفت کنم. میگم خیلی چیز موقعی که جلوی پیشرفتم گرفته این عدم آگاهی بوده. از کی فهمیدی یا خواستی که یه دختر مستقل باشی و خودت تصمیم بگیری و راه تو بری؟ خب من یه خواهر دوقلو دارم و هر دو تامون، اینو همیشه یادمه که هر دو تامون از بچگی دوست داشتیم که نمیدونم از کجا حالا اومده بود که دو تامون دوست داشتیم خیلی مستقل باشیم و من همیشه، یعنی جزء دیدگاهی بود که همیشه بچگی داشتم که من مثلا باید به محض اینکه بتونم برم دانشگاه یا اینکه به جایی برسم که بتونم خودم شروع کنم کار کردن و خودم هزینه‌مو بدم.
تا بال خودت تو گوگل سرچ کردی؟ آره. چرا؟ کنجکاو بودم ببینم نتیجه‌ای که حالا ریزالتی که میاد بالا در مورد من شاید بالاتریناش چی هستن. البته فکر می‌کنم اولین بار سر این بود که می‌خواستم یکی از مصاحبه‌هامو پیدا کنم و بعد از اون که پیدا کردم مثلا کلا دیدم چیزای عجیب غریبی هست و اینا. سر این موضوع بود کنجکاو شدم. چه چیز عجیب غریبی بود؟ در مورد اینکه فرانک پرتوزر و زندگی شخصیش، در صورتی که من کلا خیلی اهل این نیستم که اصلا زندگی شخصی و خصوصیمو بخوام اشتراک بذارم، اصلا همچین آدمی نیستم و برادرم چیز خیلی خاصی هم وجود نداشت. فکر می‌کنم این تو برهه‌ای بود که بعد از بازی آسیایی خیلی من دیده شدم و اتفاقی که افتاد توی بازی‌ها سر این موضوع خیلی تیترای اینجوری رو من می‌دیدم. به غیر از ورزش استعداد دیگه‌ای داری؟ باهوش هستم. غیر از با اون که همه خانم‌ها باهوشن، غیر از هوشت؟ کلا من ورزش‌های دیگر که امتحان می‌کردم، مربی و حالا توی رشته‌ای کار می‌کردم، جزو کسایی بودم که خیلی خوب پیشرفت می‌کردم و نفرهای خوب اون رشته بودم و همیشه مربی تشویق می‌کردم که بیا حرفه‌ای‌تر کار کن. ولی خب من هیچ وقت نظرم جلب نشد که بخوام ادامه بدم، جز دوچرخه سواری که هیچ کس منو تشویق نمی‌کرد که بیام. به غیر از ورزش چی استعداد غیر از ورزش؟ درس. چی خوندی؟ ریاضی و فیزیک من خیلی دوست دارم و فکر می‌کنم توش هم خیلی خوبم. مهندسی عمران، کارشناسی ارشد عمران دارم. خیلی خوبه. ببین اگه یه قدرت ماورایی داشتی، حالا هر قدرتی که فکر می‌کنی، باش چی کار می‌کردی؟ خیلی زیاده. چند تاشو بگو. کلن چیزی که برام خیلی همیشه باعث میشه اگه تأثیر بذاره خیلی مستقیم و زود، اینکه حالا منو ناراحت کنه، اینکه ناراحتی اطرافیان و کسانی که حالا برای من، مخصوصا کسانی که برای من میشناسمشون مهم هستن، و در درجه دوم که برای من به نظرم درد انسان، اینکه درد یک انسان رو ببینم برای من خیلی وقتا ناراحت کننده است. سر این موضوع شاید یه کار میکردم که همیشه خوشحال باشن. نمیدونم، فکر میکنم غیر ممکنه، چون خیلی جاها خوشحالی دست خودمونه دیگه. چه کاری نمیتونی انجام بدی یا دوست نداری انجام بدی؟ اصلا کاری هست که نتونی انجام بدی؟ من کلا به این معتقدم کاری که نمیتونم انجام بدم به خاطر اینکه نمیخوام انجامش بدم و دوستش ندارم، نه به خاطر اینکه نمیتونم. اصولا به طور کل مطمئنا این سری چیزایی هست که حالا شاید توی سطحی من قادر به انجامش نباشم، ولی کاری که دوست نداشته باشم، کلا کاری که یک نواخت باشه رو خیلی دوست ندارم. اصولا اهل یک نواختی اصلا نیستم و این منو خیلی حوصله‌مو خیلی سر میبره. یه کار یک نواخت زندگیت؟ یک نواخت مثلا چیزی که نمیدونم، تا یه زمانی من اصلا کوهنوردی دوست نداشتم، چیزی خیلی عجیب، ولی بعد از مدت که مجبور شدم به خاطر دوچرخه سواری، حالا ناچار شدم، جزء تمرینام بود که بخوام انجام بدم، اتفاقا خیلی بیشتر بهش علاقه من شدم. از یه لحظه خیلی یک نواخته، ولی از یه طرفای خیلی یه آرامش خیلی خیلی خوبی داره همراهش. سر اینکه بگم چه کار یک نواخته، الان واقعا نمیدونم، باید فکر کنم. اوقات استراحت چی کار میکنی؟ اصولا سرچ میکنم. چی رو سرچ میکنی؟ در مورد رشتم، دوچرخه سواری، در مورد یه سری برنامه‌ای که حالا توی رشته ورزشی و هم مهندسی هستن، کلن در مورد اینه خیلی سرچ میکنم که بخوام بیشتر بخونم و بدونم. کاری که دوست داشتی همیشه انجام بدی ولی انجام نداری یا نتونستی انجام بدی به هر دلیل تو زندگی داری؟ آره. چیا؟ برنامه داشتم که بخوام رشته درسی مو ادامه بدم. مثلا قرار نبود هیچ وقت ورزشکار باشم، چون اصلا ورزش مخصوصا توی خانواده ما خیلی به سطح حرفه‌ای اصلا هیچ وقت دیده نمی‌شد، اصلا وجود نداشت، اصلا دیدگاهش هم نبود. من می‌خواستم دکترای کلم ادامه تحصیل بدم و کلم توی رشتم ادامه بدم، و ولی وقتی اومدم توی ورزش کلن عوض شد و هیچ وقتم سمتش نرفتم ادامهش بدم، حالا از ارشد به اون ور. و البته قصدم نیست توی عمران ادامه بدم. ته دوچرخه سواری کوهستان چیه؟ چی میخوای؟ خورد از این رشته چی میخوای؟ فکر می‌کنم هر ورزشکار حرفه‌ای توی دوران حرفه‌ایش یه لیست حالا یه نوشته شده یا توی ذهنش داره که بخواد یه سری کارها رو تیک بزنه و انجامش بده و تمومش کنه.
برای من یکی از چیزایی که باید تیکش بزنم بازی آسیایی هست، مدالش رو که بگیرم. یکی دیگهش گرفتن سهمیه المپیک هست که هر دوش سال دیگه برای رقابتش وجود داره. یکی از کارهایی که میخواستم تیکش بزنم و واقعا بهش رسیدم این که عضو یه تیم خیلی خوب توی حالا توی خارج از ایران بشم که بتونم پیشرفت کنم توی رشتم و این اتفاق امسال افتاد. به نوعی میتونیم که دختر کوهستانی، رابطت با حیوانه چجوریه؟ حیوانه رو دوست دارم. حیوان خانگی داشتی تا حالا؟ نه. حیوان مورد علاقه؟ سگ رو دوست دارم خیلی. دوست داشتی یه ربات داشته باشی؟ آره. برای چی کار می دوستشو بکنه؟ خیلی کارا رو انجام میدن. یعنی کلن هیچ کاری نکنی دیگه؟ چرا؟ من استراحت بیشتر میکردم. کلن دوست فقط استراحت کنی، هیچ کاری نکنی، فقط هم دو شرخه. اخزیار داری، انقدر شرخ سواره دیگه رشته سختی هست که فکر میکنم واقعا نیاز به کمک داره. آدم ایده پردازی هستی؟ خیلی. آخرین باری که ایده به ذهنت اومد کی بود؟ من کلن فکر کنم همین اخیراً بود برای کاری که میخوام استارتش کنم. چه کاری؟ خیلی وقت هست که حالا یه حدی استارتش کردم که با توجه به پتانسیلی که اینجا میبینم، با توجه به تجربیاتی خودم دارم، بخوام یه حالت مدرسه یا باشگاه رو توی ایران رو اندازی کنم که بتونم به خیلی از ورزشکارهای دیگه، حالا کسی که علاقه من به دوچرخه سواری هستن، کمک کنم. آن یعنی بعد از دوچرخه سواری میخوای مربی شی؟ باشگاهداری کنی در اصل؟ نه، من دوست دارم مهندس باشم. جز ایدئالم هست که بخوام مهندس توی طراح توی دوچرخه سواری، توی صنعت دوچرخه سواری کار کنم. ولی قطعا میخوام یه مدرسه داشته باشم بتونم، چون خیلی تجربیاتی کسب کردم که میدونم واقعا کمک میکنه به خیلی توی ایران، دوست دارم که این کار رو استارت کنم در هر حالتی توی ایران. ببین اگه ورزشکار نمیشدی چی کاره میشدی؟ دوست داشتی چی کاره بشی؟ من همیشه تصورم از خودم توی همون میگم رشتم بودی مهندس، توی جز کسایی که توی سطح خیلی بالا توی بحث مهندسی و ساخت، حالا بیشتر توی ساخت و ساز پل و اینها بود، من فعالیت میکردم. ولی توی بحث بزرگ من خیلی، چون آدمه یه مقدار کمالگرایی هستم. بچه بودی اهل پسنداز کردن بودی؟ نه، من اصلا هیچ وقت اصلا توی قضیه خوب نیستم. خب پول میاد دستی چیکارش میکنی؟ کلن خرج میشه. اولین حقوقی مثلا میگرفتم من هر ماه مثلا با شیرینی برمیگشتم خونه. جزء چیزایی بود که مثلا فقط لذت میبردم. ببین الان هزینه های زندگی به چه صورتیه ورزشکار حرفه‌ای؟ حالا تو که تو ایرانی با دوستانی که توی خارج از کشور داری و حرفه‌ای دارن ورزش میکنن، اختلاف درآمدی چقدره؟ چه نیازهایی داری نسبت به اونا؟ من اینجا درآمد ندارم، اونا درآمد دارن. پس چطوری زندگی تو میگذرونی اینجا؟ حمایت پدر مادر قطعا بدون اونا اصلا امکان پذیر نبود و همین که من امسال تونستم که یه اسپانسر خارجی داشته باشم که بخش خیلی زیادی از هزینه، یعنی اینکه دوچرخه است و یه سری سفرامو هزینه‌اش اونا میدن و این خب خیلی کمکه. ببین میدونم یه سوال خیلی خصوصی، اما دوستم جواب بده، همه بچه‌ها هم جواب دادن تا الان. بیشترین و کمترین پولی که تو حسابت بوده چقدر بوده؟ 5 تومن فکر می‌کنم کمترین پولی که میتونید تو حساب داشته باشید تا اون حد من رسیدم. خب بیشتریش هم بوده. چقدر بوده؟ تا 2 میلیارد هم داشتم اون وقت چقدر بوده؟ کمتر بوده. چقدر بوده؟ ما در این حد، یعنی کلا اصلا آخه متاسفانه چون هزینه من به یورو و دلاری هست هیچ وقت وارد حساب نشده. سر این موضوع میتونم بگم آره زیر شاید حدودا مثلا 100-200 بوده، بقیهش باید نقد میبود. ببین همین الان من به 300 میلیون پول میدم باشی چیکار میکنی؟ میگم توی یه روز خرجش کن. توی یه روز خرجش کنم؟ توی یه روز خرجش کن.
4 تا بلیتمو میگیرم تموم. همین؟ خیلی راحت هزینه میشه. دقیقا سفری من که مثلا توی یک سال مثلا من هزینه کردم، اتفاقا یک برآورد هزینه داشتیم با تیم هم داشتیم صحبت میکردیم، من امسال بالای 1 تومن هزینه سفرهای من شده و خب 300 تومن که چیزی نیست. جالبه. فنک گوشه خونتون یه لباس خیلی خوش رنگ دارم اینا با کلی مدال رنگارنگ، قضیهش چی؟ الان بچه ها میگن بیارن که روش صحبت کنیم. خنده جذابه، قضیه این خنده چیه؟ این مدال کاغذی بین همش این مدال کاغذی برای من یه جذابیت متفاوتی داره. چیه این تفاوتش؟ برای شد کاغذیه؟ جز سال 2018 بیا 97 قبل از بازی 2018، بازی آسیایی 2018، خب خیلی 4 سال خیلی سخت و من گذروندم تا برسم به بازی آسیایی جاکارتا که ثابت کنم که خانوما هم میتونن مثل آقای موفق باشن توی دوچرخه سواری و راضی بشن که فدراسیون ما رو اعزام کنه به توی بازی ها. و من یکی از هدفام این بود که توی اولین اعزامم مدال هم بگیرم و تاریخ سازی رو یعنی کامل کنم. روزی از روند تصویر سازی بود که برای خودم یه مدال کاغذی ساختم، البته که هیچ وقت به هیچ کس هم نشونش نمیدادم، خیلی یواشکی یه جا گذاشته بودمش. تا رفتم بازی ها برگشتم و به خاطر که زنجیرم پاره شد مدال نگرفتم، اما خب چون فکر میکنم که هم نتیجم نشون میداد که میتونستم مدال بگیرم، این مدال رو اضافه کردم به اینجا چون فکر میکنم حق بود حتی اگه مدال نداشتم، ولی مدالی که باید داشته باشمش. تو صحبتات گفتی بابت این مدال کاغذی خیلی مسخرت کردن، چرا؟ کلی البته بهم یعنی خندیدن که گفتن این چه مدالی است. البته خودم اولش ناراحت بودم ولی بعدش دیگه باهاشون میخندم. خودم هم جز چیزایی است که برام خاطر انگیز و خنده داره. ببین یه بسته پر از مدال داری، فقط چرا این چند تا مدال؟ فکر کنم 4 تا مدال درسته به این لباس آویزونه. جریان لباس اصلا چیه؟ 4 تا مدال قهرمانی آسیا رو من آوردم، یکیش موزه المپیک است که اولین مدال بانوان حساب میشه، بقیه‌اش 3 تا مدال قهرمانی آسیا هست و یکی دیگه‌اش هم مدال توی یکی از مسابقات آلمان هست که سوم شدم و یکی از مسابقات خیلی خوب بود که تونستم این مقام خیلی خوب بگیرم. برای من یکی از هدفام بود که بتونم توی اروپا که مهد دوچرخه سواری است یه مدال بگیرم و این جزء چیزایی است که استارتش زده شده. خب سوال خاصی، نکته خاصی داری که به همون بگی؟ امیدوارم روزی برسه که ورزش حرفه‌ای مخصوصا برای بانوان توی ایران به دید یک حرفه دیده بشه، نه به عنوان یک رشته جانبی، یک کار جانبی دیده بشه. اینکه بشه درآمد ازش کسب کرد، بشه به دید حرفه‌ای‌تر دیدشون و جدی گرفت. چون واقعا الان توی حتی وزارت ورزش تا الانی که این مصاحبه داره انجام میشه، عملا من نمیدونم، من شاید رشته‌های دیگه اینجوری نباشن، ولی توی رشته دوچرخه سواری عملا اتفاق خاصی نیفتاده. نمیدونم، شاید مشکل از دوچرخه سواری بوده. خب مصاحبه خیلی خوبی بود، خیلی خوب با مون روان صحبت کردی. از همین الان که دوربین خاموش میشه برات آرزو میکنم به تمام آرزوهات برسی و تو المپیک ببینیمت. مرسی، انشاءالله حتما. ممنون، متشکرم. فرانک پرتو آذر هستم. همجور را بیم بگم. آره من فکرم بود بایستم.